تو که با بخشو کینگ نوخونی بوشهر و جنوب اصلا به لحاظ تیپیکال تمام قواعد یه کینگ کاریزماتیکو داره. گزارشگر رادیو گفت آمون جف تو که با بخشو سینه زدی او سالا صداش چجور بود؟ چه میکرد باد؟ آمون جف که میساکت مون تا حالا مصاحبه نکرده بود کسی باش. یو گفت بخشو چه بگم آمون والا؟ صدای بی صحابی داشت و سکوت شد. دیگه نه خودش چیزی گفت نه گزارشگر چیزی موند که بپرسه. بعد یه استکانی گرفت جلو گزارشگر و گفت وردار آمون چایش خیلی با ارزن بخور بعد تمام. از این تمامتر چه میشد بگی درباره بخشو یا چایش با ارزن از کجا دروردی آمون؟ صدای بی صحابی داشت یعنی صداش افسار و مرز نداشت، هنجرش ته نداشت، حد نداشت، ولن و تا هر جای دنیا ممکنه کش بیاد و راه بیاد و باد بیاد و لولت کنه. اگه یه روز جنوب تبخیر بشه و جاشون از چه جهان یه گودال خالی بمونه، ما میتونیم رو صدای بخشو دوباره همو پیدا کنیم، دور هم جمع بشیم و یه سرزمین تازهی دوباره بنا کنیم، یه سرزمینی که هیچ کی نتونه رومون حکومت کنه. سرزمین موتن جغرافیا نیست، یه چیزیه تو مرز. جنوبی های هر جای دنیا تکه پراکنده ای از جنوب هن که باد بردتشون تا مثلا پاریس، مثلا ملبورن، مثلا برلین یا لس آنجلس یا بورلی هیلز. اونا حالا پرچمشون یه چیز دیگه است، رئیس جمهورشون یکی دیگه است، قانون اساسیشون یه جور دیگه است، ولی بخشون که ماف ثابت همون چیزه، همونه، همون صدا و همون آوا. متوجه این؟ هیچ رئیس جمهوری نمیتونه اینقدر ما رو با هم وصل کنه که چوبک میتونه، منیرو میتونه، ناصر تقوایی میتونه، نجف دریابندری میتونه، چون اینا صاحب ندارن مثل حنجره بخشو که نداشت. دیگه تا اینجاش خوندم مردی هم که آخرش هم بخونم. روز عاشوران همه روزه میکنن، ما هم روزه فرهنگی خوندم. مرواتون همه سال حسین علی کماکان پا به پای تاریخ داره میاد و اعتراف میکنم موجود عجیبیه. فکر کردم بهش به آدم زور میده، جرأت میده. اشکم اگه داد که خب چه بهتر، نترسیم، گریه کنیم، خالتور یا دموده محسوب نمیشیم. بعد ممنون از استان که اومد.